آدم از عقل برخی یا شاخ در میاره. آرمیتا رو کشون کشون کشیدن بردن مراسم فنی حرفه‌ای. بعد گیر دادن این روبانو پاره کن. آرمیتای نازنین هم اشکش در اومده. اوغلای کل، آرمیتا چه ربطی به مراسم فنی حرفه‌ای داره؟ واقعا که خبر اومد که در ماه‌های اول امسال فقط 4 میلیون دلار عروسک از چین وارد کشور شده. این عروسک‌ها ببینید تا کجا جلو اومدن؟ دقت کنید. اطلاعات بسیار خوبی که در حوزه فوتبال داشتن ما رو مجاب کرد که انشالله بتونیم به اتفاق ایشون یک مجموعه فاخری رو در حوزه فوتبال. من تنیس حرفه‌ای بازی کردم همیشه در طول سالها. خب آخرین مشکل هم حل شد، فکر کنم بریم یه راست جام جهانی. وای چقدر من کار دارم دیگه. راهیان نور که میبرید دیگه بچه ها. مجلس دانش آموزی و فرصتی برای تحلیل های خاص آقای رئیس جمهور. آقا جای خوبیه واسه تبلیغات ها، چفیه بندازید اونجا پشت دوربین رای بیارید. اطلاعات غلط یا اعتماد به نفس بیش از حد. آقای یحیی گل محمدی از سبای قم خداحافظی کرد به خاطر استرس و بیماری. بله. مطمئنم من خوندم و دیدم. بله. و شنیدم و مطمئنم. چند دقیقه بعد. یحیی جان عزیز یکی دو دقیقه وقت داریم. آقای سفی شما رو چه حساب خودتون دوختید، خودتونم بریدید. بله. من اصلا هیچ مشکل قلبی و بیماری قلبی ندارم. نمیدونم چرا اینجوری صحبت کردین راجع به من. و من روزنامه های زیادی خوندم، مقالات زیادی خوندم. عذر میخوام، من قصد فضولی تو کار شما ندارم. اگه 10 دقیقه بکنه آقای معصومین. نه آقای معصومین از اون مناظرهای خیلی سختگیر هستن. خب حق دارن بنده های خدا دیگه، اگه بیشتر وقت داشتید که همه رو میفرستادید بیمارستان قلب. ممنونیم از رئیس صنایع دستی که راهکارهای جدیدی برای اشتغال زایی فراتر از مرزهای ایران ابداع کرده است. ایرانی عزیزی که داره تو دانشگاه تحصیل میکنه در هفته نیم روزش وقت بذاره از این صنایع دستی زیبای ایرانی یه جا بساط بکنه که در کشورهای مختلف هم امکانش وجود داره. بساط کنن؟ مگه بازار سه دسمال اونجا؟ ای کاش همه آدم بزرگا وقتی بزرگ میشن هیچ چیزی از اون دارایی هایی رو که در کودکی دارن از دست ندن. اما تو رو خدا تو تصمیم گیری هاتون حرف کودک درونتون رو گوش نکنید. در سمپوزیوم جراحی مغز و اعصاب از جناب سروان گرفته تا بقیه سخنران ها انگلیسی صحبت میکردن. این شاید تعریف شده است که در یک همایش تخصصی به انگلیسی صحبت کنن، اما مدعوین هم باید متوجه بشن دیگه، وگرنه برای کی دارن این شکلی صحبت میکنن؟ ترجمه فرمایید. ترجمه میکنید آقا؟ ترجمه میکنید بعضی موقع اونقدر میگن میخندن جوک میگن بشکنی میدن شیرینی میدن همدیگه رو دعوت میکنن. من دنبال این بودم اگه میشد یه روز یه دوربی مخفی ببریم توی که این جلسات واقعا بگو بخند بعضی از اینا رو به بعضی از جوکاشون و اینا رو پخش میکردیم برای مردم که ببینید شما این خطکشی ها رو ول کنید، اینا دارن اینجوری با هم بالاخره زندگی میکنن. پس چرا بعضی ها از همین آقایون بیرون جلسات با تیر تیز زبان همدیگر رو نشونه میگیرن، نوبت به ما هم که میرسه یا برای آنتن خط و نشون میکشن یا ما رو خفت میکنن؟ به برخی از سیاسیون محترم میگیم این هفته هم که دست بر نداشتید از کلکل و قرقر، دست بر نداشتید از من خوبم و تو بدی، دست بر نداشتید از بگذاریم. آرزو میکنم شاد باشید مثل اون هزاران نفری که این هفته در ورزشگاه پا به پای بچه ها بچگی کردند. شادی مثل یه معجزه میمونه.